اعتراف امام جمعه رژیم در تهران به شرایط جنگی و دخالت در منطقه. ماریو دیاز بالارد عضو کنگره آمریکا. دیکتاتوری حاکم بر ایران مسئول اجرای اعمال تروریستی زیادی در جهان بوده است. برایان هوک: اگر رژیم ایران دست به تهاجم بزند با قدرت پاسخ خواهیم داد. آخوند علی اکبری، امام جمعه نمره موقت رژیم در تهران به شرایط جنگی در کشور و به دخالت در کشورهای منطقه اعتراف کرد. واقعیت میدان و شرایط عمومی آرایش جنگی دشمن در برابر ایران اسلامی است. آرایش جنگی در عرصه اقتصادی، اطلاعاتی، روانی، سیاسی، فرهنگی، البته نه در حوزه نظامی، اما عمده مسئله یک جنگ روانی شناختی است. امروز دیگه ما در منطقه نه فقط هسته های مقاومت بلکه جبهه مقاومت و زنجیره طلایی مقاومت رو داریم، بلکه حتی دولت های مقاومت رو داریم، اونچه که در عراق و در سوریه و در یمن و در لبنان و فلسطین دارید مشاهده می فرمایید. اداره امور دریایی آمریکا در بیانیه‌ای نسبت به احتمال حمله رژیم ایران و یا گروه‌های نیابتی آن به کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های نفتی هشدار داد. در بیانیه هشدار اداره امور دریایی آمریکا آمده است: از اوایل ماه مه و پس از تهدید به بستن تنگه هرمز، این احتمال افزایش یافته است که رژیم ایران یا گروه‌های نیابتی آن در منطقه علیه منافع آمریکا و یا شرکای آن از جمله زیرساخت‌های تولید نفت دست به حملاتی بزنند. برایان هوک، هماهنگ کننده اقدامات علیه رژیم آخوندی در وزارت خارجه آمریکا، در مصاحبه با CNN گفت: رژیم ایران برای مدت‌ها یک سیاست توسعه طلبانه و خشونتگرا را در سراسر منطقه دنبال کرده است. ما نیاز داریم بازدارندگی را مجدداً علیه تجاوزات منطقه‌ای رژیم ایران اعمال کنیم و بهترین راه آن روشن کردن این موضوع است که اگر رژیم ایران دست به تهاجم بزند ما با قدرت پاسخ خواهیم داد. فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گفت: اگر نیاز به حرکت ناو هواپیمابر باشد، آن را از تنگه هرمز عبور می‌دهیم. فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که با خبرگزاری رویتر مصاحبه می‌کرد، افزود: اعزام بمب‌افکن‌های B-52 و ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن به خاطر خطر تهدید از سوی رژیم ایران است. گزارش‌های اطلاعاتی با آنچه ما زیر نظر داریم هماهنگ است و برای من همین کافی است که این تحرک را به مثابه تهدید تلقی کنم، ولی ما آمادگی کامل داریم به هر گونه تخاصمی علیه آمریکا، متحدانمان در منطقه و منافعمان پاسخ دهیم. ماریو دیاز بالارد عضو کنگره آمریکا طی پیامی از تحریم‌ها علیه رژیم ایران حمایت کرد و گفت: دیکتاتوری حاکم بر ایران مسئول اجرای اعمال تروریستی زیادی در جهان بوده است. من با قاطعیت از سیاست هوشمندانه دولت برای ایزوله کردن آخوندها در ایران با تحریم‌های سنگین پشتیبانی می‌کنم. رسانه‌های دولتی تونس روز جمعه از مرگ حداقل 50 پناهجو در نتیجه غرق شدن قایق آنها در سواحل این کشور خبر دادند. 16 تن توسط ماهیگیران در 40 مایلی آبهای شهر صفاقس نجات پیدا کردند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد این پناهجویان از لیبی سوار این قایق شده بودند.